خب سلام، امروز میخواییم در رابطه با یک موضوع خیلی خاص و داغ فضای مجازی و حقیقی، یعنی کلیپ آخر ساسی مانکن که در روزهای آخر سال 99 خونده شده صحبت بکنیم. من به عنوان یک کنشگر اجتماعی، من به عنوان یک رصدگر فرهنگی که از سال 85 خیلی جدی قلم زدم توی رسانه‌های ملی، حتی با اینکه در یک شهر دور از مرکز، یعنی اصفهان هستم، اما خب رصد می‌کردم، می‌دیدم و ادعا دارم توی بحث تاثیرگذاری که بحثش مفصله، ساسی مانکن رو به شخص زیاد نمی‌شناختم، شاید به خاطر اینکه دغدغه من نبود تا موقع انتخابات فکر می‌کنم 88 بود که شنیدم آی کروبی رفتن به دیدن یکی از خواننده‌های مبتذل زیرزمینی به اسم ساسی مانکن، اسمش یه جوری بود، یا آهنگش رو توی ماشینی که دوستان یک قطعاتش گذاشت، مثلا متوجه هم نشدم، به متن ما نمیخورد، به نگاه ما نمیخورد، به اون صورت خیلی تند بود، رپت خیلی تندی هم داشت و اینا، حتی رپ داشت اونجا که خاطرم هست و اصلا کاری به کارش هم نداشتم. ساسی مانکن رو خب پیگیر نمی‌کردم، مثل خیلی قسمت زیادی از مردم که اونها هم اصلا نمی‌شناختن، نه پیگیری می‌کردن این فرد رو، تا اینکه پارسال تو همین فضای مجازی که این شبکه‌های اجتماعی و نمی‌دونم حالا ببینید شما درگیرش میشین، توی اینستاگرام درگیر اون قسمت صفحه اصلی اینستاگرام میشید، درگیر اون پیامی که دوستاتون میدن میشید، توی تلگرام کانال‌های بزرگ تلگرامی گاهی به خاطر رپورتاج پول میگیرن، یه سری چیزا رو مطرح میکنن، سیاسیون به خاطر اینکه دیده بشن حرف میزنن و استوری مطرح میکنن. خب ما هم درگیر شدیم، یک ترانه ای مطرح شد، آقامون جنتلمنه، اول نقدای خیلی جدی به احساس مانکن رو اونجا من شنیدم و بعد دیدم که بعضی از سلبرتی ها که اینا میخواستن شیطنت بکنن یا به قول خودشون کاری انجام بدن، اومدن و تو بعضی کارا مثل پایتخت آیه تنابنده حتی اومد و دایمون جنتلمنه رو هم آورد که مردم هی حساس بشن، این کارو داره میکنه، اون کارو داره میکنه. خب اینا هرچند به اسم اینه که میخوایم حقایق جامعه رو بیاریم، مردم رو حساس کنیم، دارن تبلیغ میکنن، ترویج میکنن و میگن این کار، این فرد خوبه. خب یعنی ما آدمهایی رو داریم که ساسی مانکن رو بزرگ کردن، یکیشون امثال های تنابنده بوده اند که خود صدا و سیما که ناظر داره، هزار تا چیز داره و اینها، اونها هم همین راه رو رفتند. اگر نخواییم نقد بکنیم، اینا رو باید نقد کنیم به نظر من. بعد یه ترانه ای اواخر پارسال سال 98 مطرح شد از آی ساسی مانکن، یا همون ساسان، اسمش ساسان اسم اصلیش، به اسم دکتر، که این ترانه هم خیلی گرفت، ترانه خیلی کوتاهی بود، به نظر من جذابیت تالا بصری و صدا و آهنگ و ترانه، چون من تو بحث شعر و شاعری هم بودم، داشت و نه اینقدر که دیده بشه، که توی زمان خیلی کم فکر کنم 24 ساعت یا 48 ساعت 4 میلیون بازدید خورده بود توی یوتیوب و اینستاگرام یا همچین چیزا، دقیقش خاطرم نیست اما خیلی بازدید خورده بود، که حرف دارم در این رابطه، تا آخرین ویدیو رو ببینید، به نظرم به این نکات خیلی جالبی میرسید. این ویدیوهای ما رو هم سابسکرایب کنید، به دوستانتون بفرستید، اگر خوشتون اومد نظرتون و نقدتون هم به ما بگید. خب آقای ساسی مانکن، من اسم کاملش رو میگم، اسم هم مشهورش رو میخوام بگم، کلیپی داد به اسم دکتر، یه سری ها اومدن و این کلیپ رو ترویج کردن، یه سری ما دیدیم که بعضی کادرهای درمان اومدن توی چیز اجرا کردن که بعد گفتن گرفتنشون توی بیمارستان، حتی موقع عمل توی اتاق عمل کادر پزشکی اومدن و این کار انجام دادن، در حالی که مثلا مطرح بودی دفعه، خب اونجا باب بود، کادر پزشکی رو تقدیس میکردن توی صدا و سیما جای مختلف، یه دفعه دیدیم که حتی کادر درمان بودن آهنگ ساسی مانکن گذاشتن، میرقصن، عمل میکنند و غیره، و یه سری هم اومدن الان کاسبان فالوور، کاسبان عرض کنم خدمتون دیده شدن، اومدن و از روی این دابسمش، دابسمش های طنز درست کردن
که اونا خیلی دیده شد، خود ساسی مانکن هم تبلیغ بعضی هاشون رو کرد حتی، و جالبه که هیچ کس هم با اینا برخورد نکرد، تذکر ندادن. ببینید طرف به خاطر پول داره هر کاری میکنه، ما یه ساختاری داریم، امر معروف نهی از منکر و غیر و غیر و غیر، اینا هیچی، ارشاد اینا هیچی. خب هیچ کسی نیومد که به اینها بگه که چرا این کارو کردین. یه مثال مشهورش یک زن شوهر شمالیان که همه کاری میکنن، همه کاری میکنن، کسی هم کارشون نداره، و اینا اومدن خب ترانه رو برای اولین بار بازخوانی کردن، کسایی دیگه دیدن اه گرفت، اونا هم شکرن بازخوانی کردن، و یه موج را افتاد بین همون بیبند و بار، اون فضای بیبند و بار فضای مجازی که هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه واقعا تو براش. این آدم مشخصه که کیه، شناسنامه داره، داخل ایرانه، ولی هیچ کس حتی نصیحت هم اینها را نمیکنه ظاهرا. بگذاریم. خب ببینید، ما یکی از بحثایی که دغدغه خیلی ها شده اینه که ساسی مانکن چند میلیون فالوور داره، چند میلیون بازدید خورده این آهنگش، و خب توی این آهنگ یه پرنستار خیلی مشهوری رو هم اوورده استفاده کرده، و حالا قراره چه اتفاقی بیفته و این خانواده رو زیر سوال برده. خب بله، این اتفاقات همه بود وقتی دکتر ساسی مانکن مشهور شد. خیلی ها این بحث خانواده رو میترسیدن، چرا؟ چون یه بچه ای رو گذاشته بود بین چند تا خانومی که ظاهر مستهجن داشتن، داشت این ساسی مانکن به اون بچه ها توصیه می، به اون بچه ها توصیه می کرد که نمیدونم فلان شات بزنید، بنظرم مشروب بخورید و اینها، اول اینستا بعد کتاب، داره خط میده به این بچه. خب یه سری از اعتراضات از همون لس آنجلس بود، و بعضی از همین خواننده ها یه خارجی بچه داشتن، خواننده ایرانی که مقیم لس آنجلس بودن و بچه داشتن، خود اینا اومدن و به این ساسی مانکن حمله کردن که تو بچه نداری، تو نمیدونم چیز نداری، که تازگی هم مشخص شد که ایشون یه بچه هم داره، بچه ای رو رها کرد و رفته. ولی یک موجی را افتاد، ولی با این حال بی ببند دوباری که توی فضای مجازی هست، این ماجرا رو همجوری هدایت کرد. اما همه ماجرا این نیست، میخواستم همینو بگم. چند نفر رو ما داریم در فضای مجازی که میلیونی بازدید دارن میخورن، میلیونی دارن توی اینستاگرام حداقل دیده میشند، و اینا جالبه. اینا کی هستن؟ یکیش مثلا مسیح علی نژاد یا معصوم علی نژاد که حالا ماجراش مفصله، سینا ولی الله، ساسی مانکن. خب اینا میلیونی با تا یک کلیپی میزنن، حالا شاخصی هم باشه، هنجار شکنی باشه، فوری دیده میشن. خب این خانم علی نژاد اگه خاطرتون باشه چند وقت قبل رفته بود بازدید از یکی از همین شبکه‌های مجازی که سهام دارند و اینها، و اونجا حمایت گرفته بود. و خب ما تو فضای مجازی، این شبکه‌هایی که هستن، اینستاگرام و توییتر و نمیدونم یوتیوب و غیره و زالک و اینها، چند تا بحث دارن. یکیش اینه که اولا مالکیتشون با کیه، دوم اینکه سهامداراشون کی هستن، سوم چهارم این که اینا خیلیشون پول میگیرن، یه نفر مشهور میکنن میارن بالا. شما تو یوتیوب اگه بوده باشید میبینید که مثلا مستر بین چند ماه اومده، ولی یک دفعه کلیپای کوچیکی تکراری از فیلمای خودش داره میذاره، میلیونی داره بازدید میخوره. خب این یک روند طبیعی نیست که بگیم آقا چون ایشونو همه میشناختن، وقتی ایشون اومده یک ویدیوی گذاشته، این ویدیو یه دفعه مشهور میشه و همه لایک میکنند و فالو میکنند و اینا. نه، یه سری امکانات همون آپارات خودمون هم داره. شما پول به آپارات میدی، میگه منو بیا صفحه اول، من بیشتر دیده بشم، میخوام شناخته بشم. خب این سازوکار رو همه شبکه‌های اجتماعی دارن، یکی از راهی درآمد سازیشون هم همینه، که اون اگه خاطرتون باشه اون بحث بمب گوگلی که مطرح شد، خیلی‌ها گفتن که آقا نمیشه. چرا؟ چون خیلی از اینا دستیه، یعنی میگن آقا فلانی مطرح بشه، فلانی دیده بشه، اینکه شما چقدر لایک کنی، چقدر نمیدونم این کارش گیرایی داره نیست. نمونهش همین افرادی که گفتم، مسعود نژاد، خب سیاسی آوردنش بالا، سینا ولی الله رو سیاسی و فرهنگی، که شما میبینی هیچی نداره این فرد، هیچ حرفی نداره جز ابتذال. اصلا سینا ولی الله وقتی مشهور شد که اون خانومی که رفت کشف حجاب کرد و خیلی دیگه برهنه شده بود و اینا آورد و خیلی راحت هم باش میگفت که آقا چرا نمیدونم کامل دیگه همه رو در بیار و فلان کنه اینها، اونجا یه دفعه مطرح شد توی فضای مجازی، و توی کلیپاش هم خودش هم حتی میگه که خیلی هم نقد میکنن که تو نمیدونم مهمونات که میان خیلی بند و بارن تو فلان میکنی.
اما سینا ولی الله به صورت سیستماتیک ظاهرا انتخاب شده، یه پکی رو انتخاب کردن دادن به این شبکه‌های مجازی، گفتن اینا رو بیاریم بالا. یکی از دلایلی که دارم میگم این اتفاق افتاده اینه هست که خب این آقای ولی الله یک پیج دیگه، این هم داره پیج انیمیشن هست، یعنی انیمیشن خیلی با کیفیت، خیلی قشنگ، دوبلش هم خودش انجام داده، دوبلای خیلی قشنگی هم هست. حالا هر چند از نگاه سیاسی بخوایم خیلیش راست و دروغ قاطی کرده، خیلیش هم دروغه و به اسم نقد داره به خورده مردم میده. ببینید آمارمون چقدره، آمار اون پیج کسب و کار آقای سینا ولی الله به شدت پایین تر از آماری است که اون پیج رسمی خودش داره به همین اسم سینا ولی الله و چند شبه با سینا و از این حرفا که توی مجازی هم شما چه بخواین چه نخواین بهتون پیشنهاد میده. معصومه النژاد یکی از کسایی که شما وقتی اصلا میخواین پیج بزنید توی اینستاگرام بهتون پیشنهاد میده که بیا اینو فالوش کن. خب این هدفمنده. حالا یه اتفاقات دیگه هم افتاده، یه آقای امید دانا، هرچند من افتراقای زیادی باهاش دارم خصوصا تو بحث عقیدتی کاری که کرده، ولی آدم بصیریه، آدمیه که به نظرم حالا شاید اطلاعات خوبی بهش میرسه از منابع مختلف نمیدونم، اما قشنگ میزنه توی خال، جالب میزنه توی خال. ایشون یه نکته گفته بود که آقا این ساسیمانکن داره ساپورت میشه، این اتفاق عادی نیست که ویدیوهاش اومده و دیده شده و اینها، و حرفش هم درسته. شما یک بار دیگه این روند شهرت ساسیمانکن رو نگاه بکنید، روند رو به صعودش رو، اون منحنی رو نگاه کنید. 98 اواخر 98 ایشون دکترا داد بیرون که خب همه گفتن وای عزت خانواده است، نمیدونم این بچه ها داره منحرف میکنه. بعد یه دفعه دیدیم توی ویژه برنامه نوروزی یک از شبکه‌های ماهواره‌ای که توی فضا مجازی هم فیلماش پخش شد، این آقا ساسیمانکن ابی، اون زن و شوهری که باند 25 رو دارن و خیلی هم مبتذل دارن کار میکنن و اصلا کل اون باند 25 وقتی نگاه میکنی فقط اندام جنسی اون خانومه که حالا زندگی نامه عجیب غریبی هم در موردش نوشته شده که فراری بوده فلان بوده از این حرفا. و ساسیمانکن اینها اومدن و شروع کردن ترانه خوندن، دور همی را انداختن. اونجا توی اون برنامه ساسیمانکن آهنگ خیلی قشنگ و دوست داشتنی شادمهر رو که قبل از اینکه از ایران بره خوند که خب جالب بود. بعد از یه مدتی زن ابی، همسر ابی، اومد توهین کرد به امام علی علیه السلام که چاوشی جوابشو داد، اونجا هم یه قوقایی به پا شد. بعد نگاه میکنیم این گروه، این تیم پا شدن همه با هم رفتن عربستان. جالبه مگه نه؟ رفتن عربستان، رفتن کنسرت گذاشتن توی عربستان. حالا مگه چند تا ایرانی تو عربستان هست که شما پا میشید میرید عربستان کنسرت میذارین؟ بعد اونم کی؟ زمان کرونا فکر کنم نره امیدانمش پرداخته. من حقیقت زیاد امیدانم اصلا دنبال نمی کنم، اما کلیپاش رو میبینم گاهن که دوستان میفرستن، نکات خیلی جالبی رو میگه، ولی فکر کنم روی این قضایی هم پرداخته. اما خب جالبه این رفعه اسپانسر اینها همه میشه عربستان. یه خدا دشمنه ما رو از جاهل ها انتخاب کرد، قرار داد. میرن اونجا کنسرت میزنن، ضد یمن هم حرف میزنن، یه جورایی ضد جنگ حرف میزنن. عربستان حمله کرده 600 به یمن، بعد نمودن اونجا آهنگ ضد جنگ هم کار کردند و اینها. یه پول کلونی از عربستان میگیرن و هفتون خصوصی میرن اونجا تو زمان کرونا، کشوری که شیعه نداره یا شیعیان حق ظهور و بروز ندارن، ضد ایرانه، همیشه ضد ایران بوده، ایرانی اونجا به اون صورت اصلا نیست، اگه باشه همونجا کله پاش میکنن. رفتن اونجا، خب نه یه خود صحنه نشون میده که چه اتفاقی افتاده. بعد میایم میبینیم که خب شادمهر هم به خودشون میبرن که بعدن بحث اون سایت شرطبندی شادمهر رو میشه که تو جنگ اقتصادی خب این بحث به نظرم بحث مهمیه. از شهرت و محبوبیت شادمهر استفاده شد که پول و ارز از ایران خارج بشه، مردم خیلی از جوانها سرگرم کار خلاف بشن. من یه فروپاشی دارم میبینم، من دارم یک هجمه رو میبینم. ساسیمانکن یک سربازه، ابی یک سربازه، اون خودش هم خونده بود دیگه اون ترانه‌ای که در مورد نمیدونم کوچه یاسمن، این همش تو یک زمان داره انجام میشه، تو یک تایم داره انجام میشه. چرا؟ چون تقریبا تو این دو سال گذشته اینها
خریده شدن، اینها پول گرفتن از وهابیون عربستان تا بالاخره ادعا کنن که ایرانی هستن، عرب نمی پرستند. خب این یک قسمت ماجرا بود. خب قسمت دیگری ماجرا رو بپردازم، سوء استفاده هایی که شد از ماجرای ساسیمان کن. سوء استفاده هایی شد، این فکر کنم نشون نمیداره، این من هی میخوام بیارمش بالاتر، تو تصویر نمیفته. این نقش پیکسل ادواردو هست که یکی از مخاطبا برامون فرستاد از میان دعاب، من تشکر میکنم ازشون، اسمشون الان یادم نیست اما پیجشون رو میذارم. خیلی لطف کردیم، کار خیلی قشنگیه. حالا تو دوربین کادر ما نمیفته. یه عده دارن سوء استفاده میکنن، بعضیا هر کس داره خودش ماهی میگیره از قضیه ساسیمان کن، هر کس داره ماهی میگیره. یه عده اومدن میگن که آقا ببینید به ما بهانه دادید، ساسیمان کن ها دارن مطرح میشن. یه عده دارن میگن که آقا موسیقی زیرزمینی آزاد کنید تا اینها دیده نشن. یه عده حالا اینا آدمایی که دارن ماهیگیری ها خودشون میکنن، از بازیگرا بوده، خواننده ها بوده، رپرا بوده، افراد مختلف. خب یه عده هم داریم که اینها مذهبی هایی هستن که نمیدونن دارن چی کار میکنن، اونا هم میخوان استفاده خودشون میکنن و همه این دست جمع دارن سعی میکنن ساسیمان کن مطرح کنن، بیارن بالا که بگن ما حقیم، حرف ما حقه. من دیدم کلیپ های پخش شده، بعضی روحانیان اومدن صحبت کردن، گفتن ساسیمان کن به بیسی رب دادن. اصلا یه چیز عجیب غریب. من نمیخوام مثل این دوستان که تو یوتیوب میان صحبت میکنن یا تو فضای مجازی حرف بزنن، چون ما کارمون چیز دیگه یه، کارمون بحث توابین تازه مسلمان هاست، از هیچ جایی هم الحمدلله تا حالا هیچ ساپورتی نمیشیم. ولی خب خیلی من اون نویسنده و اون روزنامه‌نگار حرف دارم برای گفتن و نمیتونم ساکت بشینم. بعضی دوستان ربط میدن 20-30 رو به بحث ساسیمان کن. آخه هر چیزی جایگاهی داره، هر بحثی. اون بحث 20-30 بحث آموزش جنسی بود، من تا یه حدی هم اونو حق میدم، باید این آموزش جنسی باشه، اما راه داره، روش داره، پدر و مادر باید آموزش ببینن که بچهشون یاد بدن، نه هر کسی، نه هر جایی. خب خیلی یه بحث خیلی مفصلی هست و کل حرف ما تو 20-30 که رهبری هم فرمودن این بود که آقا جان ما خارجی ها نباید برای ما سند بنویسن، ما باید با فرهنگ خودمون، با اعتقادات خودمون سند رو بنویسیم، آموزش رو ببینیم. خیلی جا بعد شما وقتی فضای مجازی اومده، وقتی آموزش مجازی هست، الان آموزش جنسی هست، همین مجازی هست، همین ساسیمان کنها داره به بچه ما میرسه و نباید هر چیز به 20-30 رد بدیم. بعضی میخواستن به دولت حمله کنن، بعضی خواستن به وزیر حمله کنن و از این فضا استفاده کردن. بازم به نظر من این حالا هم تا یه حدی ارتباط داره، تا یه حدی نداره. وزیر تا یه جایی چیزه، بعضی گفتن آقا اینترنت جهانی رو کلان قطع کنیم چون یه همچین کسایی هستن تا بتونیم نفس بکشیم. دوره این صحبت به نظر من گذشته و باید کار فرهنگی بکنیم، کار فرهنگی و کار فرهنگی جواب بدیم. ما در دوران انقلاب موبایلی هستیم و خیلی تو این زمینه من حرف زیاد دارم که خیلی دوستان شاید نپذیرند تا حرف کامل بشه گفت. حالا یه پیامی هم به روشنفکرهای مذهبی میخوام بزنم. خیلی از دوستان من دیدم تحلیل عجیب غریبی دادن، طرف میگه من جامعه شناسم، یا نمیدونم من فلانم، و بعد میاد بحثای جنسی میکنه، بعد میاد مثلا در مورد اینکه نوشته بود آقای میم، حالا اسم نمیارم، نوشته بود که الکسیس تکساس، همین خانم که ساسیمان کن آورده، این قبلا رواج داشته بین محافل مردونه و ساسیمان کن این رو آورد و علنی کرد، فسادی که در جامعه هست رو علنی کرد. بزرگوار عزیز، اولین درسی که در جامعه شناسی به آدم میدن که هر چیزی تعمیم ندین. الان گروه هدفت چیه؟ گروه آسنت چیه؟ نمیدونم بحث چیزت چیه؟ این تحقیقاتت بر چه مبناییه؟ شما وقتی یک دوستای خودت رو نگاه میکنی، با دوستای خودت میای دون کل اینان رو تطبیق میدی، میگی که همه اینا مثل دوستای منن. مثل اینه که بچه هیئتی بگه همه ایران هیئتی هن، چون که البته خب هستن، ایران یه هیئت بزرگه، تو هر محله‌ای بوده. اما تفکرات
من رو همه دارن، این اشتباهه. اینکه شما کسایی که دور برای خودت هستن رو و اینا رو بگی که آره تمام جامعه چیزن، سندش هم این که شما الان سرچ کن الکسیس، من عکسش گرفتم دیگه، شاید توی طول زمان این عوض بشه. همین الکسیس که شما میگی شهرت داره و همه میشناسن و نمیدونم تو محافل مردونه بوده، حالا این اومده علنیش کرده، برو ببین چی نوشتن. سرچ هایی که کردن همه گفتن الکسیس کی هست، الکسیس در کلیپ ساسی مانکن کیه، خیلی ها نمیشناسن. من توصیه‌ام به این دوستان روشن فکر نمای مذهبی اینه که خدا رو فراموش نکنید، تقوا داشته باشین و اگر اشای فحشا اولا ندید، اگر خودتون دوستانتون کاری رو دارین انجام میدید تعمیم ندید به بقیه و عادی سازی نکنید، قبح نش رو حواستون باشه. شاید همه همین کارا میکنن، اما اسلام ما یه چیز دیگه گفته، اسلام به ما یه درس دیگه داده، گفته که نگو، اگر گناهی هست گناه فردی هست عمومیش نکن. شما تبلیغ داری میکنی، شما داری معرفی میکنی. بله یا آقایی توی کلیپی دیگه مشهور شد توی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و این هایدم نیست، اومد خدا یه اسمی آورد، گفت که آقا اسمش هم شعر بود چی بود خیلی مشهور بود، حالا اسم نمیارم این فرد، یه با کلیپش مشهور شد که همین خانم گفت که بانو فلان همه دارن کلیپشو. خب اونم دوباره جامعه که دوستایی که داره، ارتباطاتی که داره، اونا مهمه، اونا ممکنه یک دوستایی که دارن این حرف رو تو دهنش گذاشته باشن. ما جامعه آماری برای همین مهمه، ما میگیم با علم حرف بزن، علمی حرف بزن. من حالا خیلی حرف رو دارم با شک و تردید میگم خیلی جاها، چرا؟ چون وقتی آمار دستت میاد میشه علمی، شما تحقیقت کجا بوده، علمت کجا بوده که فوری اشاعه میدی بایش هم میگی تفسیر روانشناسی جامعه شناسی دارم میکنم. و یه صحبت آخر، بعضی ها میگن که خب آیه با این هشتگ همین آقای ساسی مانکن و فلان و اینها، بعضی ها کلیپ از خودشون دارن منتشر میکنن و خب این واسفا کل جامعه منحرف شد، نمیدونم یه خانمی بچهش اومده این کارو کرده، چند سرباز این کارو کردن، مثل پارسال که چند نفر کادر درمان بودن. خب من سوال دارم، ببینید چند گروه هستن؟ اولا که ما یه جامعه 80 میلیون نفری جمعیت داریم داخل ایران، پس همه رو به هم ارجاع ندید، نگید که همه اینجوری هستن، ارجاع که لغت خوب نه ربط نداشت، اما همه رو به هم ربط ندید که بگید همه اینجوری هستند. بعضی از اینا ممکنه فرقه ها باشن، ما یه سری فرقه هایی داریم که دستور دارن، مثل فرقه بهاییت دستور دارن، مثل تو طرح روحی که یه سری کارهایی انجام بدن، ارزش های اخلاقی جامعه رو زیر سوال ببرن برای فروپاشی این جامعه ایرانی اسلامی شیعی ما. خب ممکنه این کسایی که کلیپ درست میکنن منتشر میکنن این پس تمی نداشته باشن. بعضی هستن کاسب فالوورن، براشون اصلا دین و آیین و هیچی مهم نی، فقط فالوور میخوام جمع بشن، فقط دیده بشن، دارن درآمد در میارن. بعضی دومان درآمد هم نیستن، عقده دیده شدن دارند، هیستریک نمایشی حتی ممکنه داشته باشن و اینها کم نیستن. ما خیلی تو فضای مجازی داریم که آدمایی که مشکلات روانی، مشکلات دیده شدن عاطفی خودشون میان توی فضای مجازی و به هر طریق میخوان دیده بشن. نمونهش همین بچه‌هایی که ده 80 و 70 و اینها که دارن چالش‌های عجیب غریب ببخشید چشمام دیگه داره میخاره حسابی، چالش‌های عجیب غریب، چالش عقد کردن، چالش نمیدونم شلوار کندن، اینها دارن نشون میدن اینا مشکلات عاطفی شدید دارن، حتی ممکنه بچه پولدار باشن یا خودشون پولدار نشون بدن، مشکل روانی عاطفی دارن، مطمئن باشید. دختر خوشگلش باشه تا پسر خوشگلش باشه، اینا مشکل روانی دارن و بحث فرهنگ و اینها یه قسمت کاره. اینها رو باید به روانشناس باید معرفی کرد، به اون کسی که رشته روانشناسی بوده و هست دارم این عرض میکنم. و یه سری دابست مشام کارگردانی شده است. آقا کسی که پول میاره، باز پول داره میریزه، بازیگر میاره، فالوور میخره، تبلیغ میخره، هر کاری میکنه، بله یکی از کاری که میکنه، من اینکه میگه کار من داره دیده میشه، به یه پول میده، میگه که برید دابسمش اجرا کنید. خیلی از دابسمش ها ممکنه اصلا جعلی باشه، هرچند شما
متوجه اون نمیشید. مگه اون بادمجونه نبود که از آسمون میافتاد؟ اون کامپیوتری بود. اینکه من میام میگم آقا من در ایرانم، من تو خونه خودم توی لس آنجلس ترکیه هر جایی نشستم، پولیام گرفتم، ناشناسم هستم، و بیام میگم آقا من دارم چیز میکنم، یک سربازی هستم در ایران، یه ماشینی رو برداشتن اصلا مثلا یه با کامپیوتر یه با برچسب بگم ماشین پلیسه، و بگم که ببین که نیروی انتظامی هم داره همین کارو میکنه. به نظر من خود محتاط‌تر به این قضیه نگاه کنید، توی زمینه دشمن بازی نکنید. من با ادمین ساسی مانکن، با کسایی که براش دارن کار میکنن دارم صحبت میکنم اینی قسمت رو. توبه برای همه هست. تجربه میگه که کسایی که جوان مرد هستند معمولا توفیق توبه پیدا میکنن، یعنی به زاهد عابد بودنم نیست، به ظاهر مذهبی و غیر مذهبی هم نیست، جوان مردی خیلی برای خدا مهمه. ولی آیه ساسی مانکن راه رو خیلی اشتباه رفت و بعیده که توفیق توبه براش دست پیدا کنه. چون که ما نمونه داشتیم کسی که فرقه ای رو راه انداخت حالا و یه سری آدم ها رو گمراه کرد، بعد توبه کرد و توبهش قبول نشد، چون که باید از همه کسایی که گمراه کرده بود حلالیت میطلبید. توصیه هم به این دوستان اینه که نمیدونم با چه انگیزه ای دارین کمکش میکنی، نمیدونم میدونید یا نه که ایشون الان آدم وهابیته و پول از وهابیت داره میگیره برای این کاراش، مثل حالا بعضی دیگران که گفتیم. ولی دوستان من، عزیزان من، اول از همه تو زندگیتون سعی کنین جوان مرد باشین که هدایت دست خداست، هر کاری میکنین این جوان مردی داشته باشین. دوم اینکه فرد داره اشاعه فحشا میکنه، این فرد هدفش یه چیز بزرگتر از بحث حالا یه کلیپ با آهنگ و دیده شدنه. ازش جدا بشید، ازش جدا بشید. ممنون. یا علی، التماستون.